سلام و ادب خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی امام حسین علیه السلام بحث ما درباره صحابه راستین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است و به عنوان مقدمه برای روشن شدن بحث مقدماتی رو اشاره کردیم و در این جلسه هم انشاءالله با استمداد از انایات مولا صاحب الزمان عجل الله فرج و شریف تتمه ای رو از بس به برز می رسانم. امیدوارم که این سلسله مباحث مورد امضای نورانی آقا امام زمان عجل الله فرج و شریف بوده باشد و همه بینندگان عزیز و ارجمند از اون بهره کافی ببرند عرض شد صحابه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به طور کلی بر دو دسته تقسیم می شوند طبق رأی و نظر شیعه که یک گروه افراد با ایمان و درستکار و راستین هستند که بر منهاج پیامبر و رفتار و سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اینها پایدار بودند و پیروی پی از پیامبر صلی الله علیه و آله علی و سلم در زندگی نامه اونها کاملا مشهود است. عدهای دیگر که اینها برخلاف روش و سیره رسول الله صلی الله علیه و آله علی و سلم که در زمان حیات پیامبر به مخالفت هایی با پیامبر پرداختند و چه بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله علی و سلم از سیره اون حضرت دست کشیدند و راه و رسم جاهلیت را پیش گرفتند و به دوره جاهلیت خودشون برگشتند و عقب گرد کردند بنابر این ما نمی توانیم بگوییم همه صحابه پیامبر صلی الله علیه و آله علی و سلم افراد درستی بودند افراد صالحی بودند افرادی بودند که ما میتوانیم پیروی کنیم از اونها و اونها را احترام بگذاریم چطور ممکن است کسانی را ما احترام کنیم که خود پیامبر از اونها ناراضی بودند چگونه می افرادی را احترام کنیم که اینها به پیامبر صلی الله علیه و آله علی و سلم داشتند و حد حرمت کردند و قرآن در مذمت اونها آیاتی را نازل فرموده است از باب نمونه کسانی که اینها در کتابها و آثار خود آیون سنی ها عامه در مذمت اونها مطالبی یاد شده و آمده است از باب مثال در آیاتی از قرآن کریم که تعبیر می شود به جریان افک افک به معنای تهمت زدن است تهمت ناموسی به آیشه زدن طبق نقل اهل سنت و قرآن کریم آیاتی در این زمینه نازل کرده است ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم در تا آخر آیه کریمی قرآن که خداوند متعال میفرماید در این آیه مبارکه افرادی که اینها افک به معنای توهین و تهمت را آوردند اینها گروهی از خود شما هستند یعنی از افراد مسلمان هستند افرادی که به حسب ظاهر ادعای مسلمانی داشتند تهمت و نسبت ناروایی به زبان جاری کردند و شایع نمودند در بین افراد و این را نپندارید که به ضرر شما بوده است بلکه خیر شما در این بوده است که خداوند متعال این افراد را در واقع رسوا نمود و دروغگویی اونها آشکار گردید در بین مردم خب اینها در کتابهای سنی هست که افرادی بودند که به آیشه نسبت ناروایی دادن گرچه در آثار و کتابهای ما برخلاف اون ادعای اونها آمده است که کسی که تهمت زد خود آیشه بوده است آیشه تهمت زد به ماریه قبطیه که کنیزی بود است پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با او ازدواج کردند و از او فرزنددار شدند و آیشه نسبت به این بانوی پاکدامن نسبت ناروا گفت و بعدا خداوند متعال دروغوی او را آشکار نمود و اون روایاتی که در باب حدیث افک هست سند همه اونها به خود آیشه برمیگردن یعنی آیشه خودش خودش را اینطور جلوه میدهد که مورد اتهام قرار گرفته است طبق روایات اهل سنت پس اگر چنونچه طبق روایات خود آقایون که ما از باب الزام اونها را با این روایات مورد خطاب قرار می دهیم به اینکه که اون چرا که خود شما ملتزم هستید به صحت اینها که اینها رو روایات صحیح می دانید پس در بین صحابه پیغمبر کسانی بودند که اهل اتهام زدن به زنان پاکدامن بودند. حالا فرق نمی کند طبق روایات ما یا روایت اونها از جهت مصداق این عنوان و این تهمت هرچه باشد که البته اعتقاد ما و باور ما بر این است که اون کسی که تهمت زده است آیشه بوده پس اگر چنون چه این مطالب را ما در قرآن کریم مشاهده می کنیم و آیات محکمات قرآن کریم بر اون دلالت دارد از اینجا نتیجه می گیریم که در بین صحابه پیمبر افراد نادرستی بودند کسانی که اینها علیاز بالله تهمت های بسیار زننده را به افراد بیگناه به زبان جاری کردن یا در آیه کریمه دیگر که خداوند متعال میفرماید برای شما جایز نیست و نشاید که شما پیامبر را اذیت کنید و ما کان لکم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا و هرگز برای شما روا نیست که با همسران پیامبر صلی الله علیه و آله علی و سلم هرگز ازدواج بکنید این آیه طبق روایات شیعه و سنی که سنی ها هم در کتاب های خودشون آوردن در زیل این آیه مبارکه که در سوره احزاب هست خداوند متعال میفرماید روا نیست که شما با همسران پیامبر از واج پیانبر پیامبر هرگز ازدواج کنید در روایات شیعه و سنی هست که این آیه درباره تلهه نازل شد تلهه که بعدا خروج کرد علیه امیر المؤمنین علی علیه السلام و در جنگ جمل به هلاکت رسید این شخص نام آیشه را بر زبان جاری کرد و گفت که پیغمبر از دنیا رفت من با او ازدواج خواهم کرد و پیامبر را اذیت کرد با این سخن خودش که نام ناموس پیغمبر را میبرد و در جمع میگوید که من بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با او ازدواج خواهم کرد و قرآن کریم میفرماید این کار عذیت پیانبر بوده است و شما را نشاید که پیامبر را آزار بدهید و هرگز برای شما روا و جایز نیست که با زنان پیامبر بعد از اون حضرت ازدواج کنید اینها قسمت هایی از آیات قرآن کریم هست که در این جلسات بعضیش رو بنده اشاره کردم گذشته از این آیات قرآن احادیث و روایات فراوانی هست که نشان می دهد که در بین صحابه پیامبر اون کسانی که اصطلاحا به اونها صحابه گفته می شود افرادی بودند که خدا و رسول را آزردند یعنی برخلاف آیین محکم اسلام اینها رفتار نادرستی داشتند که از جمله اونها سخن این نرده جو لیهجور هست که عمر بر زبان جاری کرد در کنار بستر پیامبر صلی الله علیه و آله علی سلم وقتی رسول خدا فرمودند برای من ابزار نوشتن بیاورید دوات بیارید و کاغذ بیارید تا برای شما وسیعت نامه ای بنویسم که هر که هرگاه به اون تمسک بجویید هرگز بعد از من گمراه نخواهید شد اون وقت عمر مانع شد و گفت علیه عزبالله این مرد هزیان میگوید پیامبر را نسبت هزیان داد و مانع شد که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وصیت ای را بنویسند که تا آخر دنیا مردم گمراه نشوند مایه گمراهی بسیاری از مردم و اختلاف و فتنه ای که در بین مسلمانان پدید آمده است و تا به امروز ما از آتش اون فتنه می سوزیم و تا وقتی که آقا امام زمان عجل الله فرج و شریف ظاهر شود و دنیا را پر از عدل سازد و حقایق را برملا کند این گرفتاری ها و این آتش فتنه ها همچنان باقی خواهد بود پس سخن کسی که ادعای صحابی بودن رو داشته است ببینید چه مشکلاتی برای مسلمان ها و برای دین پیش آورده است پس چطور میتوان کسانی را که اینها به این گونه رفتار داشتند اینها رو ما عادل و درستکار و مثلا صالح به شمار بیاوریم و بگوییم اینها همه شون حرمتشون بر ما واجب و لازم هست و باید هر کسی که عنوان صحابی بودن را دارد ما به او احترام بگذاریم انشاءالله خداوند متعال افکار ما و دلهای ما را به انوار تابناک علوم و معارف قرآن کریم و اهل بیت علیه مصاد و سلام هرچه بیشتر روشن و منور بگرداند با دعا برای تحجیل فرج آقا امام زمان همه شما عزیزان را به خدای بزرگ